la bonheur la bonheur la سلام و درود خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که عالی باشین دوستان عزیز اسامی در زبان فرانسه یا مذکر هستند یا مؤنث از همون روز اول یادگیری شما باید مزکر و معنس بودن اسامی رو به خاطرتون بسپارید چرا که بر اساس جنسیت اسامی بسیاری از اجزای جمله یا عبارات جمله تغییر میکنه به عنوان مثال صفت حرف تعریف و یا حتی عدد بسته به جنسیت تغییر میکنه اما آیا واژه های فرانسوی نشانه ای دارن که ما بتونیم اونا رو تشخیص بدیم؟ توی این ویدیو قصد دارم هر چه که شما باید در مورد جنسیت اسامی در زبان فرانسه بدونید براتون بگم. پس در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان عزیز زبان فرانسوی تنها زبانیه که اسامی اون جنسیت داره و این جنسیت محدود به مذکر و معنس بودن هم نمیشه چرا جنسیت؟ چرا باید اسامی در این زبان جنسیت داشته باشن؟ خب با توجه به تحقیقاتی که زبانشناسان انجام دادن این جنسیت پذیری اسامی رو برای طبق بندی اسامی و یادگیری بهتر اونها انجام دادن همونطور که ما در زبانهای باستان اسامی رو به دو طیف بزرگ جاندار و غیر جاندار تقسیم می کردیم و حتی قبل از اون با باورهای مذهبی اسامی رو طبقه بندی می کردیم. پس دلیلی برای طبقه بندی اسامی وجود داره به این ترتیب زبان فرانسوی هم برای طبقه بندی اسامی اومدن اسامی رو به مذکر و معنس بودن تقسیم کردن دوستان عزیز تشخیص مذکر و معنس بودن نه تنها برای شما به عنوان یک زبان آموزی که غیر از فرانسوی زبان هستید مشکله گاهی اوقات برای خود فرانسوی زبان ها هم مشکل به وجود میاره حتی گاهی طبق تحقیقاتی که انجام شده از 90 نفری که در یک آزمون تعیین جنسیت شرکت کردند فقط چهارده نفر جواب درست دادن خب پس حالا چی کار کنیم؟ آیا یاد بگیریم یا یاد نگیریم؟ سخته؟ میشه یاد گرفت؟ در ادامه یه ویدیو بهتون میگم. یه نکته اساسی چرا یادگیری جنسیت در زبان فرانسه اینقدر همیت داره؟ دوستان عزیز، یادگیری جنسیت خیلی اهمیت داره. به دلیل کاربرد حروف تعریف قبل از اسم که بسته به اینکه مذکر باشه یا معنس باشه کاملا تغییر میکنه. حتی زمایر صفات و افعال و حتی معنی بعضی از اسامی با توجه به اینکه مذکر باشن یا معنس باشن کاملا تغییر میکنه پس اینجا اهمیت یادگیری جنسیت اسامی برای شما مشخص و واضح شد یکی از راه های تشخیص جنسیت اسامی توجه به پایان کلم است که من در ادامه ویدیو اون رو برای شما میگم لازم نیست حفظ کنید کم کم به مرور زمان که شما با زبان فرانسه آشنایی کافی پیدا کنید و چشمتون به دیدن این کلمات آشنا بشه در حدود 90 درصد حدس شما برای اینکه این اسم مذکر یا است کاملا درسته و ممکنه 10 درصد خطای جنسیتی داشته باشین که کم کم با مراجعه به فرهنگ لغت و یادگیری بهتر این مشکل هم برای شما مرتفع میشه پس دوستان نگرانی از این بابت نداشته باشیم و بریم سراغ پسوندهایی که شما در پایان کلمات اگر ببینید مذکرساز هستن یا ساز. خب ابتدای کار بریم سراغ پسوندهای مذکرساز اولین پسوند یا سوفیکس isme hast, isme le suffixe isme comme le journalisme le journalisme le journalisme le réalisme le réalisme le matérialisme le matérialisme le radicalisme le radicalisme, lo radicalisme. دوستان همه این اسامی مذکر هستند ژورنالیسم خبرنگاری لوغلیسم، واقعیت نگاری لومت ماده انگاری لوغدیکالیسم رادیکالی یا ریشه شدن سوفیکس بعدی سوفیکس مان هست مان پاکسامپل Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Le bâtiment. Le bâtiment. Le bâtiment. Le serment. Le serment. Le serment. Le mouvement به معنی جنبش لو باتیمون به معنی ساختمان و لو سرمون به معنی قسم و سوگند هست. دوستان تمامی این اسامی مزکر هستند سوفیکس اژ اژ این سوفیکس رو هر جا پایان کلمه دیدین اون کلمه حتما مذکره. پاکسامپل لو وایج لو وایج لو وایج سفر مسافرت لج لج لج, لج، سن Lo sauvage. آدم غیر اجتماعی. و اما استثناءاتی هم این سوفیکس داره. یعنی شما در پایان این کلمات با اینکه پسوند اژ رو میبینید اما این اسامی مذکر نیستند اونا رو به خاطر بسپارین این پج اون پج اون پج به معنی صفحه برگ اون ایمج اون ایمج اون ایمج به معنی تصویر اون پلاج اون پلاج اون پلاج به معنی ساحل دریا اون کج اون کج اون کج به معنی قفص لا نج لا لنج شنا پاروزنی لغج. لغج 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 به معنی بیماری هاری دوستان این اسامی مذکر نیستند و معنیس هستند و هر جا شما این سوفیکس رو دیدین سوفیکس او سوفیکس او پاکسامپل لو بیغو لو بیغو لو بیغو. یعنی دفتر کار یا میز کار لو نویو لو نویو لو نویو هسته درشت میوه ها لو نویو و پسوند مزکرساز دیگه پسوند فون هست فون پکسامپل لو لوتلفون. لو تلفون, لو تلفون. لو منیتوفون لو منیتوفون به معنی ضبط صوت هست سوفیکس وار، اواغ پاکسامپل لو سوار، لو سوار، لو سواغ اصر ابتدای شامگاه لو پوواغ لو پوواغ لو پوواغ توانایی لو، لو سو لو سو دانایی و سوفیکس بعدی اوت ت پ، لو پ لو پ، پاکت بسته بریم سراغ سوفیکس یا پسوند های ساز. اولین پسوند ت ت و اکسان تگو ت پا سا له کلیته ل کیفیت له بته له زیبایی ل کانتیته له کمیت و سوفیکس معنس ساز بعدی سوفیکس ایون هست ایون پر لا کستیون لا کستیون لا کستیون سؤال پرسش لا سوگستیون لا سوگستیون لا سوگستیون پیشنهاد لا نسیون لا نسیون لا نسیون ملت مردم یه استثنایی در این زمینه وجود داره اکسپسیون le bastion le bastion le bastion برج و قلعه و حصار این کلمه دوستان مذکر هست. سوفیکس بعدی سوفیکس اور هست اور پرکسامپله لا فلور لا فلور لا فلور گول لا پور. la peur, la peur, tars voix mais, yes ça se standard in suffix, exception le bonheur, le bonheur, le bonheur, roche parti, suffixe badi, suffixe loi, la loi, la loi, la loi, canoun, la foi, la foi لف و عقیده ایمان و سوفیکس ای لا سوسیولوژی لا سوسیولوژی لا سوسیولوژی لا بیولوژی لا بیولوژی لا بیولوژی لا تکنولوژی لا تکنولوژی لا تکنولوژی سوفیکس ایغ لفرمتوغ له فرمتوغ لهفرمتوغ عمل بستن که میتونه بستن در باشه لهپنتوغ له پنتوغ ل پنتوغ نقاشی ل پیکو ل پیکو ل پیکور جای گزش حشرات نیشه حشرات سوفیکس بعدی سوفیکس اس هست پای اکسامپل لا ریشس لا ریشس ل ریشس به معنی ثروت و سوفیکس بعدی سوفیکس ات هست پای اکسامپل لا راکت لا سوفیکس های بعدی با یک تلفظ اما دو دیکته متفاوت آنس once par exemple l'expérience une expérience une expérience تجربة la balance la balance la balance توازن la concordance la concordance la concordance تطابق دوستان عزیز یه نکته بسیار مهم ما کلماتی داریم در فرانسه به نام آمونیم، آمونیم یعنی کلماتی که تلفظی شبیه هم دارند اما معنای متفاوت حالا به این مثال ها دقت کنید ان لیور دو گرامر ان لیور دو گرامر ان دو گرامر کتاب گرامر این لیور دو تومات اون لیور دو تومات اون لیور دو تومات نیم کیلو گوجه پس لیور اسم لیور اگر مزکر باشه و شما با حرف تعریف مزکر اون رو به کار ببرین یعنی ان لیور به معنی کتاب هست اما اگر با حرف تعریف نامعین یا نامشخص معنس این به کار ببرین یعنی این لیور به معنی نیم کیلو هست این دوتا رو دقت کنید. و به این ترتیب کلمه مانش بسته به اینکه شما مذکر استفاده کنید یا است معنای کاملا متفاوتی داره. ان مانش دو کوتو ان مانش دو کوتو ان منش دو کوتو یعنی لبه چاقو این مانش دو روب، این منش دو روب، این مانش دو روب این مانش دو روب یعنی آستین پیراهن لو مود سوبژونتیف لو مود سوبژونتیف لو مود سوبژونتیف یعنی وجه التزامی لا مود دز 60 لا مود دز 60 لا مود دز 60 یعنی مود دهه 60 لو مود لا Le Tour de France, le Tour de France, Tour de France, Tour de France, qui est dure française, touche cavali. La Tour Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, برج ايفل. Le poste de TV, le poste de TV, le poste de TV, يعني دستگاه تلویزیون. اما la poste, la poste یعنی اداره poste. لپوست لپست خب دوستان عزیز یک کویز کوچولو ازتون میگیرم لطفا کامنت کنید این اسامی که میشنوین مذکر هستند یا است ماسکولین و فمینین سوفرانس سوفرانس سولی سولی سالو سالو بگت بگت لون لون مسکولن و فمینن خب دوستان در پایان این ویدیو دست خالی بیرون نرین میخوام یک فوت گری بهتون آموزش بدم که با دیدن این نشانه ها در انتهای واژگان حداقل بتونید تا 90 درصد جنس اسم رو حدس بزنید البته بازم میگم صد درصد نیست به صورت مطلق نیست اما در حدود 90 درصد حدس شما درست از آب در میاد خب نشانهایی که در پایان کلمات اگر دیدیم اون اسامی مذکر هستند ان با تلفظ آن اینده تلفظ آن تلفظ آن با او انت تلفظ آن ای این تلفظ آن ای انت تلفظ آن او ام و او اند و او انت تلفظ و او ان تلفظ با او به همین ترتیب ا ا ا هم تلفظ او رو دارن او و او اس و او هم تلفظ او رو داره ا ای اس و AIT ت تلفظ ای رو داره او اس و او تلفظ ای رو داره و شما تلفظ او رو در پسوندهای مذکر ردیف اول می بینید. تلفظ او و تلفظ ای رو در ردیف دوم ای ای ال ای ت ای اس ای گرگ. و تلفظ ا ات ا اس و تلفظ او ا او ای اس او ای تلفظ ای در ای اس ای اس ای و ایت تلفظ او در او و ای تلفظ ای در او ایغ او اکسان تگویی که بعد از سه یا ته بیاد با تلفظ ای اش اش ام اوم اوم و اسم اس با تلفظ ا ای با تلفظ ای او با تلفظ او ای اس و او ایکس ای ت با تلفظ ای ال او ال ای ال او ال U-L و A-L با تلفوزه ال. I-F با تلفوزه ایف و E-F با تلفوزه ای. I-C, O-C و U-C. M, U-M و E-N با تلفوزه ان. A I R با تلفظ R E R با تلفظ E به همین ترتیب O R F با تلفظ E A R با تلفظ A A R C A R S A R T هم با تلفظ A O U R با تلفظ O و O U R S هم با تلفظ O O-R با تلفزه اور ORD ORS ORT o O-R-S، O-R-T، I-R با تلفزه ایر، e با تلفزه اور، با تلفزه اور، e به همین ترتیب O-E-L-A، و u o و e eng ing par exemple le parking عزیز اگر این نشانه ها رو در پایان واژه ها دیدین اسم احتمال بسیار زیاد معنیسه. ا, 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 ا با تلفظ ا او با تلفظ او و, و به همین ترتیب او با تلفظ اگر علاقه من به یادگیری مطالب بیشتری در مورد مذکر و مؤنث بودن اسامی هستید دیدن این چمیدور رو به شدت بهتون پیشنهاد میدم با تلفظ با تلفظ اس 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 ایس و ایس با دو دکته. ons 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 BOSSE DICHTE. va ons ö e dot en e, تلفظ en ö e dozen ö e on ün i n ö in a i n ö en ö i n ö e, en ö e, r n ö erne ond ond ONDE, AD, UDE, ARDE, ORDE, OS, OZ, AZ, EZ, EZ, OAZ, IS, IS, OS, USE. ACH, ISCH, ESCH, OSCH, USCH, uche, uch, ONCH, AV, EV, IV,

دوستان عزیز این نشانه‌های پایانی میتونه شما رو کمک کنه در ابتدای راه که جنسیت اسامی رو تشخیص بده باز هم یادآوری میکنم حدود 90 درصد احتمال درست بودن هست چون در این در واقع نشانه‌های پایانی ممکنه استثناعاتی هم وجود داشته باشه اما برای ابتدای راه بد نیست و خالی از لطف نیست تا شما به ذهنتون بسپارین و چشمتون به این ترتیب آشنا بشه با کلمه و با نشانه پایانی و با دیدن کلمه بتونید یک حدس درستی از جنسیت اسامی بزنید امیدوارم که این فوت خیلی به دردتون بخوره دوستان چطور بود؟ تقریبا به پایان ویدیو نزدیک میشیم مثل همیشه امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره دوستان در جهت ارائه دروس بهتر و حمایت از کانال خودتون لطفا لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و لینک کانال رو در اختیار دوستان و علاقمندان به زبان فرانسه قرار بدید مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره من دلگرم کامنت های شما هستم دوستان عزیز اگر تمایل دارید مطالب بیشتری درباره جنسیت اسامی بدونید، دیدن این چند ویدئو رو هم بهتون پیشنهاد میدم.